فصل 18 عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند. او فرمود در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق. در همان شهر بیوه زنی زندگی می کرد که پیش او می آمد و از دست دشمن خود شکایت می کرد. قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد، اما سرانجام پیش خود گفت درست است که من نه ترسی از خدا و نه توجهی به خلق خدا دارم، اما این بیوه زن مایه دردسر من شده است و برای اینکه با اصرار و ابرام خود مرا به ستوه نیاورد به داد او خواهم رسید. عیسی خداوند فرمود آنچرا قاضی بی انصاف گفت شنیدید. آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع می کنند توجه نخواهد کرد و یا برای کمک به آنها تعجیل نخواهد نمود؟ بدانید که او به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد. اما وقتی پسر انسان می آید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟ همچنین عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردن این مثل را آورده گفت دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند، یکی فریسی و دیگری باجگیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت ای خدا تو را شکر می کنم که مانند سایرین حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این باجگیر نیستم. هفته دو بار روزه می گیرم، دهیه که همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن باجگیر دور ایستاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت ای خدا، به من گناهکار ترحم کن. بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد. و هر که خود را فروتن سازد، سرفراز خواهد گردید. مردم حتی بچه ها را به حضور عیسی می آوردن تا بر آنها دست بگذارد، اما شاگردان وقتی این را دیدن، آنها را سرزنش کردند. اما عیسی بچه ها را پیش خود خواند و فرمود، بگذارید بچه ها پیش من بیایند، و مانع آنان نشوید. چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید، ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود، چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می دانی. زنا نکن، قتل نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. آن مرد جواب داد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقتی این را شنید فرمود، هنوز یک چیز کم داری. آنچه دارید بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا، گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد چون مرد بسیار توانگری بود. عیسی وقتی این را دید فرمود چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان تر است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا. شنوندگان پرسیدند پس کی میتواند نجات یابد؟ پاسخ داد، آنچه برای آدمیان غیر ممکن است، برای خدا امکان دارد. پتروس گفت، ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود، یقین بدانید، که هر کس به خاطر پادشاهی خدا، خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد
و به آنان فرمود ما اکنون به اورشلیم می رویم و آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشتن به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه زده و خواهند کشت، اما در روز سوم باز زنده خواهد شد. اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدند و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی کردند که درباره چه چیز صحبت می کند. هنگامی که عیسی به نزدیکی اریها رسید، کوری در کنار راه نشسته بود و گدایی می کرد. همین که شنید جمعیتی از آنجا می گذرد، پرسید چه خبر است؟ به او گفتند عیسی ناصری از اینجا می گذرد. پس فریاد زد، ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اشخاصی که در جلو بودن، به تندی با او حرف زده گفتند ساکت باش. اما او هرچه بلندتر فریاد می کرد، ای پسر داوود، به من رحم کن. عیسی ایستاد و دستور داد آن مرد را پیش او بیاورند. وقتی آمد، از او پرسید، چه می خواهی برایت بکنم؟ جواب داد، ای آقا، می خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود، بینا شو، ایمانت تو را شفا داده است. فوراً بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می کرد، به دنبال عیسی رفت. همه مردم به خاطر آنچه دیده بودند، خدا را حمد گفتند.